به نام خداوند بخشنده و مهربان به ادامه درس, درس شب گذشته ما بازم روی موضوع پاتولوژی و انکولوژی امشب درس داریم خب اوتلاین ما همی موضوعات بود که مواد سیستم هماتو انکولوژی با موضوعات بیولوژی اناتومی، فیزیولوژی، پاتولوژی و فارمک پیش میریم امبریو موضوعات این و اناتومی فیزیولوژی ما تمام شده و یک لکچر از موضوع پاتولوژی را شب گذاشته گرفتیم و امشه هم به ادامه همون درس پاتولوژی دومین درس خود دواره امی موضوع پاتولوژی سیستم میگیریم خب دکتر سیبا شب گذاشته ما گفتیم که امروز اول امی امراض هیماتولوژی را ما به سه کاتگوری تقسیم میکنیم که واضح تر بتانیم موضوع را بگیریم از, از او خطر به سه امروز امروز تقسیم کردیم تمام امراض هیماتولوژی سیستم که هیموستاز سندرالیتی دستار در بود که شب گذاشته همه موضوعاتش بحث شد و دیگه کاتگوری دومش رید بلاسل دستار است امراض ار و همچنان امراض دبلی بی است که مشابه ما شما روی دستار و بینظمی های ار بی سی گپ میزنیم Хәб доктор Себа هتا ار بي سي چيزه کومهماستا ام مهمه تر اندی که مهم ده کلینیک مربوط به ار بي سي میشه انمی هستن که زیاد کیسایش ش شما ده شفاخانه ده کلینیک میبینین و از این دست امتحانات بردم پرسان میشه و به شکل امه من مردم مردم ام چون امی حادثه پیش اکثر افراد دیده میشه مخصوصا پیش خانما دختر دکتر خانما زیادتر است هستن با تر سر میخورین امروز ما میخوریم موضوع انمی که چی است و به کدام اشکال میتونه باشه یکی از دیسوردرای مربوط به آر میشه خب دکتر صاحب انمیا را چه قسمی تعریف میکنیم مثل کتابای ما شما تعریف شده و در رفرنس هم تعریف میکنن میگن که عبارت از کمبود هموگلوبین یا آر یا هر دوی از اون میباشه هرگاه هرگاه کمبود آر یا هموگلوبین یا هر دوی از دیده شد ما را چی تعریف میکنیم به نام تعریف میکنیم دکتر سبان یک کسی که انیمیا می داشته باشه یا امو اصطلاح فارسیش که کمخونی میگیم این ای کدام اعراض نشه میده اعراض علائمش دکتر سبان یعنی شکایت که مریض می داشته باشه یا علائمی که خود دکتر پیش مریض انیمیا میتونه ببینه ای می می این مربوط به مو هایپوکسیا میشه چون میفهمین که وظیفه آر که تا خود داره که اکسیژن مورد نیازه و تمام انساج در بدن انتقال بده وقتی که کس می تعداد آر یا هموگلوبینش کم میشه و دچار انیمیا میشه این اکسیژن مورد نیاز رسانده نمیتونه به نمی نیمی خاطر است که تمام اعراض و شکایاتی که پیشون اومد یعنی می میشه مربوط به هایپوکسیا میشه یعنی مربوط به کاهش اکسیژن انساج میشه که مریض از شکایات حکایت میکنه شکایات های مریض انیمی میتونه چی باشه ویکنس است یعنی ضعیفی فاتیگ خستگی و جسمی داشته باشه و از نظر علایم مثلا میشن که پیش شنک پیل کانجکتیو دیده میشه یعنی می منظمه چشمشون یک ببینی تو سرخ و خوندار مالو نمیشه پیل و خاصف مالو میشه و همچنان جلد از اینا پیل و خاصف مالو میشه و امور رنگ گلابی نرمال خدا نمی داشته باشه دیگه ممکن است پیش مریض سردردی و لایت یعنی گیچی سبکسری موجود باشه دیگه انجینا یا درد قفس صدری پیش مریضای میتونه دیده شود. در مریضای یعنی که قبلا آفات کورونری دیزیز داشته باشن یعنی آفات وای قلب آفات وضعیت موجود باشه پیش از نو ممکن است که انجینا هم ایجاد شود اینا دکتر سبا ما گفتیم چه قسم تعریف کنیم من میاره گفتیم کمبود آر بی سی یا هیموگلوبین یا هر دوی از اینا ما انیمیا میگیم اینا این خفا میدیم کمبود اینا با چه مقدار باید هیموگلوبین کم شوه که ما بگیم که نمی یک نفر انیمی کورا تشخیص کنیم دکتر سبا اینجا در تعریفش میگه میگه انیمیا چه قسم تعریف میشه که هر وقت هیموگلوبین از 13 نیم فی در طبقه میلز و از 2.5 گرم فی دسی در فیمیلز کم شود ما به این انیمیا میگیم چرا که میگه سوی نرمال هیموگلوبین در مردا بین 13.5 لابدونیم گرم فی دسی لیتر است و در فیمیلز هم این در حدود 12.5 الا 16 گرم فی دیسی لیتر می باشه این حال از کمترین سویه در نزد خانم ها دوازده است و نزد میلس هم 13.5 و است هر گام نزد میلس از 13.5 و کم شود و نزد فیمیلس از دوازده و شود باعث انیمیا میشه دیگه دکتر صاحب یک تصنیف دیگه که انیمیا رو میکنن به اساس ام سی است حالا میگیم که ام سی وی چی است ام سی یا مین کارپسکولار والیوم اونم حجم بادی یا جسم کروی سرخ خون میگن که نظر به این اندازه اندازه میکنن که انیمیا از کدام تایپ است دکتر صاحب از این لحاظ به سه گروه انیمیا تقسیم میشه مایکروسایتیک نورموسایتیک و ماکروسایتیک یعنی کراویت سرخ خونه که اندازه نسبت به سایز نرمال آر بی خرده است و اونایی که کم خونی هست اما سایز آر نرمال است و مایکروسایتیک که سایز آر نسبت به سایز نرمال چی می باشه کلانتر می باشه مایکروسایتیک وقتی میگیم که ام سی وی یا مین کارپوسکلر ولیوم آر ما کمتر از 80 میکرومتر مکعب یا فمتی لیتر باشه دکتر سایبا و وقتی که نورمال سایتیک میگیم بین 80 تا 100 است و وقتی که مایکروسایتیک میگیم از 100 زیادتر است نظر به اینیم تستيف میشه. Uh, چیزی که دکتر سابین زیاد مهم است که انیمیا را باید بشناسیم که به کمبود هیموگلوبین آرویسی و از نظر کلینیک لابراتوار کدام مقدار دمردا مردا انیمیا میشه و در خانم ما باید, باید, باید بسپاریم و هم موضوعی مین کارپوس است که در سلایده بعدی هم تکرار خواهد شد خب دکتر سابا پیش از اینکه ما روی انیمیا انوایش بریم پتوفیزیولوژی اونا رو بخوانیم کلینیک هر کدامشان شنا بشناسیم اول باید یک تعداد اندکس ها هست شاخص های است که در لابراتوار به خاطر توزیع آر استفاده میشه توزیع حالت انیمی که مربوط آر میشه حساب میشه یعنی اندازه گیری میشه ما باید اول اینمی اندکس ها رو بشناسیم اینمی اصطلاحات که استفاده میشه در لابراتوار که اینا به کدام مفهوم هستن بعد از این را شناختیم مثلا در انواع انیمیا که خواندیم میفهمیم که هدف از مین کارپوسکولار والیوم ام که سویش پایین میشه بالا میشه این چی معنا داره چی به ما نشون میده از خاطر این ایندکس ها ما اول یک تعریف کوچک میکنیم نظر کنم شام باز بعد از اون پیش میریم هموگلوبین اینجا نوردم چون هموگلوبین قبل تشریح شده که هم سوی هموگلوبین تعیین نشه در کم خونی که هموگلوبین قبلا ما شما با دیتیل کل موضوعات شخونده بدیم و شناخته بدیم که چی هست دیگه موضوع ام سی ویس من کارپوس کلر ولی ماست که این اونم حجم جسم کرویسر خون است که در حدود 80 تا 100 لیتر نرمال نشسته که اگر 80 کم شد بازون مایکرو میگن اگر بین 80 تا 100 بود نرم سایتیک میگن و اگر 100 زیادتر شد به نام سایتیک میگن دیگه دکتر سبا ام سی اچ شما اگر دا مریضا در لابراتوار شون دیده باشین که وقتی CBC بی سی کامپلیت بلاد کاونت به مریضا داده دا دا میشه در دا لابراتوار شون ام سی اچ هم اندازه میکنن ام سی اچ چی هست مین کارپوسکولار هموگلوبین است یعنی مقدار یا کتله هموگلوبین در یک آر بی سی در یک ریتسل این دا اندازه میکنه دکتر سبا. و با و معمولا به پیکوگرام در هر حجره در هر حجره آوی سی با شکل پیکوگرام اندازه میشه دیگه موضوع ام سی اچ سی است ام سی اچ سی مین کورپوسکولار هیموگلوبین کانسنتریشن این فرق با ام سی اچ ام سی اچ چی که دکتر سبا این کانسنتریشن یا مغلظت هیموگلوبین در در مجموعه آر بی اندازه میکنه این در یک آر و در مجموعه آر و دیگه یکی در گرام فی دسی اندازه میشه دیگه این ایندکس ها موضوع مهم است چون در لابراتوار با این ایندکس ها سر میخوریم خوب است که مفهوم اینا رو بفهمیم خب حالا میم سر اصل موضوع انیمیا کم خونی خب دکتر سبا اینجا یک سلاید آوردیم که بسیار به شکل جامع و که امی اپدیت ترین شکل تصنیف یا کلاسیفیکشن انیمیا اینمی شکل است که اینجا میبینید که انیمیا را نظر به ام نظر به مین کارپوسکولار والیوم یا سایز خود RBC چی میکنن تصنیف میکنن با سه گروه دکتر یک تایپ اول ما چیست هست مایکروسایتیک است است و مایکروسایتیک است که نظر به اونمو این سی حساب میشه اگر کمتر از 80 میلی بود ما برش مایکرو میگیم که دکتر سبایت اینال شکل مایکروسایتیک اینی اینجا شما اینی کازارک را که اینی دلایل است که میتونه سبب مایکروسایتیک انیمیا شوه که مثل در این شکل هیموگلوبین افکت میشه مثل تلاسیمی هاست، انیمی آف کرونک دیزیز، آیرن دیفیشنسی انیمی و لید تمام انواع مایکروسیتیک انیمی هاست دیگه اینجا دکتر سبا نورمسیتیک هم میبینیم که ایده به دو گروپ تقسیم میکنند یکی نان هیمولیتیک یکی هیمولیتیک یعنی انیمیایی که از نوع نورمالسایتیک است و آر بی سی سایز نرمال خود داره یعنی دا او میتونه نان هیمولیتیک باشه یعنی در اون شکلی است که هیمولایز وجود نداره و آر بی سی تخریب نشده یعنی تخریب آر بی سی وجود نداره و یک شکل هیمولیتیک است که دلیل هیمولایسیس با وجود میاد فرق از اینها ا نظر به تعداد ریتوکولوسایت صورت می کیره که در شکل هیمولایتیک ریتیکولوسایت ها تولیدش زیاد هسته د خون و د شکل نان هیمولایتیک ریتیکولوسایت ها کم هسته میبخشن Uh, و اینجا uh, از نان هیمولایتیک گفته که آن دیفیشنسی انیمیا میتونه باشه انیمیا آف کرونیک دیزیز، اپلاستیک انیمیا، کرونیک کدنی دیزیز و اکیوت بلاد لاست میتونه از اسباب نان هیمولایتیک و نرموسایتیک انیمیا باشه و از اسباب هیمولایتیکش دکتر سایبا باز هیمولایتیک به با دو گروپ تقسیم میشه همولایز س اکسراننسیک و مووللاز س اینترنسیک اینترنسیک و اکسترنسیک اینترسییک کن مولایسییک داخل اوویی او واقع میشه که بنا اینتر واسکلارر هموولیز هم براش میکن و اکسترنسیک دکتر با ارا واسکوللار همویز یع اما ام هیمولایز است که در سیستم ریتیکول سیستم، سپلین و اعضای ریتیکول سیستم واقع میشه به اون اکسترانسیک میگن. این حال شکل اکسترانسیک دکتر صاحب ها میتونه باشه، میتونه میکروانجیپاتیک باشه که کل انواع از این تشویش نکنید دانه به دانه. هر هنوی شان با دیتیلز با تمام پاتوفیزیولوژیشان و کلینیکشان خوانده میشه دیگه میتونه ماکرانجیپاتیک باشه و انفکشن ها سبب اکسترنسیک هیمولایتیک انیمیا میتونه شوا شکل اینترنسیکش میتونه که به خاطر ممبران دیفکت باشه یا به خاطر انزیم دیفیشینسی های خود آر بی سی باشه یا هم به خاطر ایمیگلوبینوپاتی ها باشه بنابر هر سه دلیل میتونه اینترنسیک هیمولایتیک انیمیا واقع شوه که ممبران دیفکت ما میتونه شکل هیریدیتری اسپیروسایتوز باشه پی ان باشه هیموگلوبینوریا باشه انزایم دیفیشنسی ما میتونه جی 6 پی دی دیفیشنسی دیفیشنسی و های ما میتونه سیکل دیزیز باشه که همه اینا را میخوانیم و میکروسویتیک, شکل مایکروسایتیک مایکروسایتیک هم دکتر صاحب با شکل میگالوبلاستیک بنان میگالوبلاستیک تست که میگالوبلاستیک ما شکل است که دو دی میشه که در برگنده فولا دیفیشنسی اسیدوریا و همچنان دی یعنی میتونه دی دینیت افکت میشته باشه یا به شکل که سنتز دینه دیفکت می داشته باشه یا به شکل که ترمیم دینه که تخریب شده مشکل می داشته باشه که در شکل فنکونی انیمیا دیده میشه و نان میگونو هم جز از مکروسایتیک انیمیا است که در حالتهای جایمن دایمند فون و لیور دیزیز و کرونیک الکول اووریوز میتونه دیده شود خب دکتر سبا این تصویر یک در ذهن خود داشته باشین چون تمام انواع یعنی که میخوانیم باز خوب نظر به اینمی کتگورایز کنین که از کدام تایپ میشه و نظر به اینمی تصنیف پیش میریم خب اول بیایم دکتر سبا اینی رو میریم میخوانیم تایپ مایکروسایتیک انیمیا رو امشب میخوانیم که مایکروسایتیک انیمیا بنابر کدام دلایل با وجود میه و پاتوفیزیولوژی هر کدامشان از تلسیمیا اف کرونیک و ایدنتیفیکیشن سیکل از انواع شمیری میجا میخوایم خب مایکرو کنیم دکتر سبا گفتیم از نظر MCV به او انیمیا گفته میشن که کمتر از 80 آر بی RBC ما MCVش باشه باز چرا مایکروسایتیک یعنی مایکرو خورده میگن سایتیک یعنی هجری خورد یعنی RBC که از نظر سایز اصلیش خوردتر باشه چرا RBC خورد میباشه ده یعنی میاد دکتر سبا امگا مشکل اصلی یعنی مهمترین پاتوفیزیولوژی فیزیولوژیی گفته میشه که هیموگلوبین تشکیلش یا یعنی سنتزش مشکل, مشکل می داشته باشه به با خاطر اینا آر بی سی اینال دکتر صاحب ما شما گفته بودیم که هیموگلوبین از هم و گلوبین ساخته میشه و هم ما خودش چی ساخته میشه از پروفین و آهن ساخته میشه اینال دکتر سیبا اگر تا تولید هم مشکل داشته باشه یا تولید زنجیره گلوبین مشکل داشته باشه یا هم آهن کم باشه که از او هم ساخته نشه اینمی بنابر این سه دلیل مریض میتونه که مایکروسایتیک انیمیا پیدا کنه اینا میسی دلی انال دکتر سبا آهند کدام حالت ها کم میشه آهن یکی در آیرن دیفیشنسی کم میشه و یکی از در انیمیایی که از سبب امراض مزمن باوجود میگه کرونیک دیزیز در انیمیا اف کرونیک دیزیز آهند کم میشه آه، دیگه در کدام وضعیت ها است که زنجیرهای گلوبین کم تشکیل میشه یا ناقص تشکیل میشه و باعث مکروستیک انیمیا میشه دکتر با این زنجیر گلوبین یا مربوط زنجیر الفا میشه یا بیتا میشه چون ما خوانده بودیم که هیموگلوبین از دو زنجیر الفا و دو بیتا ساخته شده اگر زنجیرهای الفا ناقص ساخته شود یا کم ساخته شوه را به نام الفا تلسیمیا میگن که مربوط به میشه و اگر زنجیره بتا مشکل داشته باشه مربوط به بتا میشه و اگر دکتر شما مایکروسایت کنی مربوط به اختلال در سنتز هم باشه یعنی آهن هم هر چیز هم آهیم ساخته شده نمیتونه این در حالات های لید و هم سیدرو بلاستیک انیمیا دیده میشه اینا رو میریم دکتر سبا دلایلی که گفتیم باعث آه... کمبود آهن آه... از دلایلی که کمبود آهن باعث مایکروسات کنیمیا میشه که آیرن دیفیشنسی انیمیا و کرونیک دیزیز این را با تمام پتو فیزیولوژی میخوانیم مشکلاتی که از سبب تولید ناقص گلوبین ها با وجود میاد اینا را هم به نوبت میخوانیم تلاسیمیا ها را و همچنان مشکلاتی که مربوط به یعنی آن... آن... impairment ده تولید و سنتز سهم میشه مثل لید پایزنینگ سیدر بلاستی اینا را هم میخواد کل شامل مکروستاتیک انیمیا میشه ایرن بیارم خب دکتر صاحب عزیز پیش از اینکه پاتوفیزیولوژی آیرن دیفیشینسی انیمیا رو بگیم یک میتابولیسم آهن میشناسیم یک میکنیم که وقتی که انیمی میتابولیسم آهن پیش موازی شود تقریبا ما خود ما میفهمیم که چرا یک کس مصاب به آیرن دیفیشینسی میشه کاز از این میتونه چی باشه تداوی از این میتونه چی باشه نظر بین میتابولیسمش چون کل گپ سر میتابولیسمش است دکتر صاحب آهن که ما در بدن خود میگیریم این میتونه که از نوع حمایرن باشه یا نان حمایرن باشه یعنی در غذاهایی که ما آهن استفاده که می به شکل هم باشه به با شکل نان هم باشه هم خودتان میفهمین آهن هم به چه شکل است یعنی پروتوپورفیرین پرو... میبخشین پروتوپورفیرین وقتی که جمع آهن میشه این شکل هم است وقتی که پروتوپورفیرین ها جمع هم آهن میشه این شکل هم می سازه شکل نان هم چیز دکتر سبا آهن آزاد کمرا با پورفیرین یک جای نشده این تو این تو آهن آزاد کمرای پورت پوفینا نیست اینا ما در غذایی که میگیریم آهن یا به شکل هم می باشه یا به با شکل نان هم می باشه اگر به با شکل هم بود دکتر صاحب بسیار ساده جذب میشه محل جذب آهن در دایجست سیست دایجست سیستم ما شما یا دا جی آی ما شما حجرات دو است حجرات دودنوم اینتستینال حجرات مایی قسمت دودنوم یعنی قسمت اول اما دی قسمت جمع شکل هم دکتر سبا بسیار براحتی میتونه داخل این حجرات شوه و داخل خون شوه یعنی جذب ازی بسیار ساده است اما شکل نان هم که از دکتر سبا این به شکل اف ای 3 می باشه این نیاز داره به خاطر جذب است که به شکل اف ای 2 ارجاع شوه ریدوس شوه تا جذب شوه چون به این شکل قابل جذب نیست و در بدن ما در دو دنو میده فقط میتونه به شکل اف ای 2 یا به شکل ریدوس جذب کنه از این خاطر به خاطر جذب ازی ویتامین سی ضرورت است ویتامین سی ضرورت است تا به شکل اف ای دو ریدیوز کنه ارجاب بسازه تا حجرات دادانو میده بتانا جذب کنه این مسئله را خوب باید داشته باشین شکل هم بسر بسادگی جذب میشه و شکل نان هم نیاز داره که به شکل اف ای دو ویتامین سی تبدیل شود و بعد از اون حجرات دادانو این ایده جذب کنه دیگه دکتر صاحب وقتی که داخل حجرات دودنل دو هم هم و هم دو شد چی میشه؟ ای 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 این ای 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 حجره دودنال فکر کنید این دو سطح داره این سطحش طرف لومن اما قرار داره و این سطحش طرف جیان خون قرار داره این به خاطر از اینکه اه اینمی آهن خود ای بتان داخل جریان خون کنه ای یک ترانسپورتر اینجا داره پروتین داره که مثل یک ترانسپورتر میکنه و آهن داخل خون میسازه اینمی ترانسپورتر به نام فیروپورتین یاد میکنه ای فیروپورتین یعنی فیروپورتین در طرف دمی انتروسایت ها یا حجرات معایی قرار داره و باعث تنظیم دخول آهن به داخل سرکولیشن یا بلد میشه این دکتر سایبا مسئله دیگه یکی هست میشه که اکسکریشن شپسان بگیم وقتی که آهن داخل جریان خون میشه دکتر سایبا همیشه آهن ضرورت داره که امرای یک پروتین یک جا باشه یعنی امی رقم تمایلش هسته در میگه داره به شکل با یک آه آه پروتین باوند باشه اینا وقتی دکتر تا باید داخل خون میشه امرای یک پروتین وصل میشه به نام ترانسفرین امرای ترانسفرین تی میشه نشته کنم ترانسفرین آهن آه یک جای میشه آهن او پلاس هست گره یک ذره قلم مزید درست کار نمیکنه آهن ترانسفرین در جریان خون در سرکولیشن امرش ترانسفرین یک جای میشه آهن امرش ترانسفرین یک جای میشه و به شکل دوران میکنه و به انساجی که نیاز است خود میرسونه وقتی که دکتر صبا این به رسید از ترانسفرین جدا میشه باز داخل انساج گرفت این گفتم همیشه تمایل داره که امرای یک پروتئین یک جای باشه باز در انساج امرای فریتین یک جای میشه و به شکل فریتین ذخیره میشه یعنی آهن با فریتین چی میشه یک جای میشه با پروتئین فریتین و به شکل چی میشه دکتر صبا در داخل حجرات لور بون مرو و همچنین ماکروفاژا آهن اه خود ذخیره میکنه با پروتئین فریتین و محل با مقادر زیاد یعنی منابع آهن اه در بدن ما شما حجرات مکروفاج، حجرات لور و حجرات بون می خب اینا دکتر سبب میتابولیسم آهن جذبشان فهمیدیم در جریان خون چطور دوران میکنه اینا فهمیدیم محل زخی... شکل زخیری شما که به شکل فریتین ذخیره میشه فریتین چیز فیروپورتین کلی اصطلاحات بر ما شما واضح شد اینا دکتر شبا آهن که داخل بدن ما شده در صورتی که مقادیر زیادش می باشه هیچ تو اکسکریت میشه یعنی مقادیر اضافی اکسس از تو از بدن اکسکریت میشه خارج میشه طریقای اکسکریشن آهن دکتر شبا یکی است یکی خود اینمی هر روز که جلد ما شما سلفینگ میکنه تبدیل میشه از طریق ایام و همچنان سیستم جی که هر روز حجرات مایی خود تبدیل میکنه از این طریق میتونه شو آهن و دیگه ای که در خانم ها مهمترین فکتور در لاسه آهن در اینمی منسترشن یا پیریود است که در هر ماهی که اینا پیریود یا منسترشن میکنن از طریق این خون چون در تولید آرویسیخ میفهمین مصرف میشه و هیمگلوبین از هم و هم از آهن ساخته شده مقدار زیاد آهن فیمیل یا وومن از طریق اینمی پریود خود میکنن میتونن زایی کنن خب یک مسئله دیگه اینجا آوردیم دکتر سایبا مربوط به هیپسیدین میشه هپسیدین چه دکتر سبا ای یک پروتین است که فاکتور است که توسط لیور ساخته میشه و وظیفه ازی چیست؟ وظیفی وظیفه ازی تنظیم شکل ذخیره‌ای آهن است فریتین فریتین ما قبلا گفتیم که به این شکل آهن ذخیره میشه در اینی شکل دکتر سایبا ای اینی سویه زیر حفظ میکنه کار هپسیدین چیست؟ دکتر سایبا هپسیدین دو داره که آهن ذخیره کنه یعنی به شکل حفظ کنه و نه که داخل دوران خون شو اینم کار هپسیدین هست اینا اینجا ببینید دا که هپسیدین سویش زیاد باشه چی میشه اگه هپسیدین سویش کم باشه چی میشه دکتر سبا اگه هپسیدین کم باشه خب گفتیم که وظیفه هپسیدین چی است که دو زره آهن به شکل فلوتین ذخیره کنه وقتی که کم بود دکتر سبا فلوتین آهن ها میشه از طریق فیروپورتین بیشتر گفتیم که هم دوجرات اینتروسایت است و ده هم دوجرات مکروفاژ و دوجرات سایت میتونه باشه و وظیفه چی است که دا دا دوران خون آهن از داخل نس داخل دوران خون بسازه فیروپورتین اینمی کارش هسته وقتی که هیپسیدین کم می باشه اینه چینل کار میکنه خوب فعالیت میکنه ایره داخل خون میسازه و شکل ذخیره بی کاهش میده اما دکتر سابه وقتی که هیپسیدین زیاد باشه هیپسیدین چی میکنه اینمی ترانسکریپشن اینه می میکنه نمیمانه که اینمی چینل در اینجا اکسپریشن کنه یعنی نمی چنل کار کنه و آهن رو داخل جریان خون بسازه از این خاطر اکسپریشن شده نه میکنه و باعث میشه که آهن در شکل ذخیره خود باقی بمونه این وظیفه اپسیدین ای از دکتر صاحب خود به ذهن بگیرین چون بعدا باز در پاتوفیزیولوژی انیمیایی که مربوط به آفات کرونیک دیزیز میشه این ای را ای ای یک بار یعنی وجب درد خود خوب خب وقتی که میتابلیزم آهن افا مسائل کلینیک شان میگیم اما پیش دیدی که مسائل کلینیک و لابراتوار مریضای کمبود آهن بگیم دکتر سایبا بیاین بعضی از اصطلاحاتی که در لابراتوار به خاطر ارزیابی سوی آهن استفاده میشه اونا را یک بار بشناسیم چون اگر ما بریم دفتا بگیم که مثلا در انیمی های کمبود آهن تو تلاین باین کپاسیتی زیاد است بگیم ساتوریشن کم است آهن سویش کم است فریتین کم است شما نفهمین که فریتین چیست شما نفهمین که دو تا آیرن بایننگ کپاسیتی چی رو مانو شما میتشه مانو فرمی چیست باز با مشکل باید میخوریم با. از خاطر خیلی میاییم اول این می را یک تعریف داشته باشیم دکتر سایبا وقتی که در لابراتوار سیروم آهن آه اندازه میکنن هدفشان از اونمو سوی آهن در بدن است یعنی سیروم آیرن اگر زیاد کم میشه نشانده این دیزید که آیا آیرن لگل در بدن است یا کم دکتر سوی ترانسفرین در پلازما نشان میده ترانسفرین چی بود دکتر صاحب ما پروتین که آهن امرای خود سرکولیت میکرد در جریان خون دوران میداد اینال دکتر صاحب توتال ایرن بوینگ کپاسیتی شاید بعضی فکر میکنن که هدفشان از ترانسفرین است که با آهن وصل است اما نه وقتی که ما تی بی چک میکنیم هدف ما اونو ترانسفرین است که انوت با آهن وصل نشده ترانسفرین آزاد است او را اندازه گیری هم دکتر سایبا شکل زخیروی آهن یا ستورج فرم آهن اندازه گیری و ساتوریشن هم پرسنتیج یا فیصدی ساتوریشن هم چی نشان می بر ما دکتر سایبا این نشان میده که ترانسفیرین یعنی سوی ترانسفیرین بان با آهن یا اف, اف, اف ای رو به ما نشان یعنی اینی شکل تی آی بی سی ترانسفیرین آزاد به ما اندازیش نشان میته و شکل ساتوریشن هم ترانسفیرین سویش نشان که با آهن وصل است خب اینا دکتر صبا نظر به عمو تمام مسایل که جمع کردیم میگیم که آینن اندیفیشنسی انیمیا یا کم خونی فقدان آهن دلایلش میتونه چی باشه گفتیم که یکی از دلایلش میتونه چی باشه دکتر صبا بلیدینگ خونریزی های کرونیک مثلا شش ماه یک سال پیش یا هر منشی که داشته باشه چی او خونریزی از جی... جی, سیستم جی آی باشه یا هیوی منسترال بلیدنگ نزد خانما باشه یا هر دلیل دیگه که باعث بلیدینگ میشه پیش یکت به شکل مزمن این میتونه سبب زایی شدن آهن و سبب آیرن دیفیشنسی ما پیش یکت فرد شود دیگه دکتر سبی نقطه بعد ما باشه به سرکلیدیاس و ده سوالی بولم پرسون میکنه از خانم ها مهمترین دلیلش می کسایی است که بسیار هیوی و سنگین پیریودای بسیار شدید می داشته باشن یا بسیار سنگین می داشته باشن و از طریق میتونن آهن خود از آهی کنن دیگه دکتر سبا دلیلش میتونه مالون نوتریشن هم باشه کسایی که مثلا درست آهن نمی گیرن ده مواد غذایی در رژیم استفاده میکنن آهن کافی ندارن اینا میتونن مثلا به آهن دیفیشینسی یعنی انیمیا شون که اگر مشکلات ابزربشن وجود داشته باشه مثلا یک کس به اندازه کافی آهن میگیره در رژیمش آه... اندازه کافی آهن هست اما یک مشکل ابزربشن داره نمیتونه مثلا جذب کنه مثلا کسایی که گاستریکتومی میشن و یا مثلا در پیش خانمایی که دیمان زیاد هست یعنی پیش افرادی که ضرورت آهن زیاد است مثلا یک فرد دیگه 50 گرم فکر کنه آهن ضرورت داره یک نفر 100 گرم ضرورت داره اگه او 50 گرم بگیره به او کم است مثلا در حالت پرگنسی ضرورت آهن زیاد است و باید به اندازه یک خانم خانمی که پرگننت است زیاد است و در صورتی که دیمان زیاد است اگر مصرف به اون اندازه نه باشه یا میتونه سبب آیرن شود بالاخره آهن که کم شد چه میشه دکتر هم داره ساخته نمیشه وقتی که هم ساخته نشد دیگه اونمو منجر به چی میشه آیرن دیفیسیت انیمیا دکتر سبا در از اینا وقتی که چک کنیم سوی آهنشان کم است تو Binding Capacity شان زیاد است تی بی گفتیم چی هدفش از ترانسفرین آزاد است چون آهن کم است که باندوزی با کافی نیست که امرای ترانسفرین ها وصل شود و در به شکل فیدبک بدن تنبیه میکنه و ترانسفرین را زیاد میسازه که تو بر امرای آهن مثلا شما آهن نیست از این خاطر سوی ترانسفرین ترانسفرین آزاد زیاد است دیگه سوی فریتین هم کم میشه شکل ذخیره‌ای و هم وقتی که لابراتوار تست کنیم کم میشه دارین دفیشنسی انیمیا دیگه دکتر سبا پروتوپورفرین آزاد در استروسایتوز زیاد میباشه چرا به خاطر از ما گفته بودیم هم از چی ساخته میشه هم از پروتوپورفیرین جمع آهن ساخته میشه اینا وقتی که دکتر صاحب آهن نباشه پروتوپورفیرین با آهن در دسترس نداره که عملیات زیاد بشه هم بساز از خاطر پروتوپورفیرین آزاد تجمو میکنه و شکل آزادش در بدن زیاد میشه دیگه دکتر صاحب رید بلاسر دیستریبیوشن ویت زیاد میشه این نشون میده یعنی که اونم وقتی که آهن کافی نمی باشه جرات آر بی سی با سایزهای مختلف ساخته میشه هم خورد هم کلان هر اندازه اینمی دستریبیشن میگن که را آر سایز های مختلف میتنه پیدا شه. دیگه دکتر سایب از نظر سایز های جنر مایکرو سایتیک و هایپو کرومتیک میباشه چون رنگ آر رنگ سرخ خون مربوط به هیموگلوبین میباشه میفهمین که رنگ خون مربوط به هیموگلوبین باشه که رنگ سرخ تازه است اما وقتی که هیموگلوبین در ساخته نمیشه حالت مایکرو است اما رنگ کروی سرخ هم رنگ پیل و خاصفه بخود نگیره هایپو کرومتیک ها میتنه دیگه اما عروض علائم قبلا ما گفتیم در انیمیا معمولا هر تایپش که باشه عروض علائم نظر به سیویریتی شدت فرق میکنه از یک تا تایپ تا 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 دیگه اما معمولا عین نگه است که خستگی می ضعیفی می کانجکتیوا پیل می باشه, پل می باشه، رسلس سیندروم سندروم داشته باشه دیگه در مریضایی که یک چیزی که وصیف است بر مریضای های دیفیشنسی انیمیا پیکاست که گل و خاک اینا رو میخورن یعنی اما مریضا خوش دارن که گل خاک چیزای غیر از بازار بخورن علاقه به می داشته باشن دیگه میتونه که ناخنایشون یک شکل خاصه به خود بگیره که به نام کلینشیت میکنن یعنی ناخنایشون شکل قاشق ماننده به خود بگیره و دیگه دکتر صبا یک سندرم یک سندرم است به نام وینسون سندرم که شاید شنیده باشین قبلا هم این یک سندرم است که پاتوفیزیولوژیش دقیق معلوم نیست که دلیل اصلی این سندرم چی اما دای دا سندرم مریضا سی گپ می داشته باشن چاید داره این گپ که معمولا در بردن بردان میکنه این مریضا یک انیمی های دارن دیگه ای که ازوفاجل ویب دارن و همچنان دیسفاجیا دارن از اصلا ازوفاجل ویب و دیسفاجیا در این گپ میاه اینجا کمی ای متفاوت تر میکنه خب اصلا اینا سه گپ دارن دکتر سایبور گلوزایتس یا شیلوزس دارن یعنی این زبانشان به شکل دیده میشه و تو مثل تو زمینی برای چر... چر... یعنی به سکل زمینی مثل توت زمینی زبانشان سرخ رنگ می باشه دیگه چی می داشته باشن چون اضافه ویب دارن یعنی مثل حلقه ها در تنگ میسازه این یعنی مریضات ها می داشته باشن و آیرن دیفیشنسی انیمیا می داشته باشه این نمی سپای پلامر وینسون است ام مشکل است دکتر سیبو Uh, تو باجان صدای مرا دارین؟ um, بله سلام تو باجان صدای مرا دارین؟ uh, دکتر سایبا صدای مرا دارین؟ بله داریم ولی فکر کنم مایک که باید آنست از او خواهد بسر آه می بخشید من اسکرین رو نمی بینم می که بگوین از هر کس که مایی آنست آف کنن چون صدای نکاس میکنه دکتر سایبا مایی کی آنست می بخشید می شکل آف کنن آنست از کی؟ دکتر نبیلا سب نبیلا میشه که مایکو تانا آف کنین؟ آ درست شد آه، خب دکتر سیبا خیلی پیش میریم ای یک سلاید دیگه است که کل موضوعات را گفتیم خلاصه کده خب نیاز نیست که ما این را دوباره تکرار کنیم اما در افتای ده در آیرن دیفیشنسی انیمیا بر ما میگم این حالا دکتر صاحبا تدویی که به شکل آیوی میشه در حالات بسیار صفیه اینی تدویش هست این حال دکتر صاحبا انیمیا فکرونیک دیزیز ای هم از اسباب انیمیا است که سبب کاهش سخن با وجود یعنی دلیل سخن در دست نیست از این مشک به شکل مایکروسایتیک انیمیا بود میره از این چیز دکتر صاحب زیاد امروز از این سوال زیاد زیاد سر میخونیم چون مریضایی که خصوصا دیر وقت بستر بودن در شفاخانه از شکل انیمیا پیدا میکنن یا مریضایی که مثلا مریضای دا... مریضی های دوام دار دارن. مثلا کسایی که سرطان دارن کانسر دارن کسایی که تیبی بی دارن توبرکلوز دارن یا بعضی از امراضی که بسیار مزمن است از شش ماه تا یک سال اینا زیادتر دوام میکنه اونو مریضا مثلا به این انیمیا میشن و میکانیزمش از دکتر سبا چرا این انیمیا پیدا میکنن که در انیمی مریضی های مزمن یک تعداد سایتوکینا در بدن افراز میشن که این سایتوکینا دکتر میکنه میکنه و قابلیت تولید الکتروپایزیس و یا تولید خون در مخ ازم یا در مرو کاهش میده و الان چه اینمی هم که افراز میشه یعنی به اندازه کافی نمیتونه که بون مرو تنبیه کنه و اون ماربسی مورد نیاز تولید شود توسط الکتروپایتین و این میشه کم ساخته میشه در بدن یک میکانیزم شینی دکتر سیبا که بون مرو توسط سایتوکینای التهابی دمی امراض مزمن میشن سپرس میشن دیگه دکتر سیبا هست که مکانیزم اصلی و مهمش هپسیدین است دکتر صاحبا هپسیدین قبلا میشه که در پیش بریم هپسیدین رو که چی میکرد دکتر صاحبا؟ اینجا کارشی uh, بود که آهن به شکل ذخیره‌ای uh, نگاه کنه به شکل نگاه کنه در مریضی مزمن بزمن دکتر صاحب اینمی هپسیدین که جز از um, فاکتورای التهابی هم میشه از کبد ساخته میشه um, و, و uh, سویش در خون زیاد میشه در آفات مزمن مثلا در سرطان مثلا در تی بی تبرکلوز هدف مست دینمی آفات زیاد میشه سویش وقت سویش زیاد شد چی میکنه آهن به شکل نگاه میکنه مثلا در اندوتل در اندوتل میگه میبخشین در لور در حجرات مکروفاژ در یعنی دینمی است نواحی ریتین نگاه میکنه و نمیمونه که آهن آزاد شوه و به دسترس آر بی سی و مخزن قرار بگیره و بتونه ایده مصرف کنه در ساختن همو هموگلوبین اینا و از این خاطر است که بریزا چی پیدا میکنن انیمیا پیدا میکنن ما یک چند سلک پیش رفتم بخاطر که در تصویر خوبتر میشد ببینیم در انیمی اف کرونیک دیزیز دکتر سیبا در لابراتوار از ما چی را میبینیم یک مسئله که از دکتر سیبا در آیرن دیفیشنسی انیمی همیشه میکروسایتیک یا هایپوکرومیک میباشه اما انیمی که سبب امراض مزمن با وجود میاید این میتونه که نارموسایتیک و نارموکرومیک هم باشه یعنی در بعض کیز ها میتونه که مراحل اول حتما نرموسایتیک و نرموکرومیک میباشه اما در 25 بازی میتونه شکل میکروسایتیک و هایپوکرومیک بگیره دیگه ام سی بی وقتی که از نوع مایکروستاتیک باشه بین 70 و 80 می باشه این از 80 کمتر می باشه اینا چطور دکتر سبیر تشخیص تفریقی میکنیم از انیمیا کمبود آهن انیمیا کمبود آهن دکتر سبیر در شکل آیرن دیفیشنسی آهن کم است در انیمیا کرونیک دیزیز هم آهن کم است سبیر آهن کم است اما چیه پس که دکتر سبیر در انیمیا یک کرونیک دیزیز آهن درست است که دخون خون کم است اما شکل فریتینش زیاد است چرا ما گفتیم گفتیم به خاطر هیپسیدین یعنی نمیمونه که شکل فریتین آزاد شود، اما در انیمیایی که سبب آین است، دخایی هم کم است. فرق اومده اینجا است. دکتر سبب اینجا و اینجا. نظر به در درفته لابراتواری ما می که که انمیای که ناشی از کمود آه، آهن است و انمیای که ناشی از امراض مزمن است، را تشخیص تفریقی کنیم و تشخیص تفریقی ش مهم است به خاطر اینکه تداویشون فرق میکنه. مثلا اگه آیرن دیفیشینسی انمیا باشه، به با مریض نیاز است که تو باید آهن بهت سپلمنت. اما انیمی انمیا اسباب کرونیک دیزیز باشه، تو به با هرچ آهن میت فایده نداره. چرا که اونم فاکتورای التهابی هسته و یا اونم هپسیدون، اینا نمی مان آهن بازم در اریتروپوئزیس به شکل کافی مصرف شود. از این خاطر باید در انیمی اف کرونیک دیزیز این ایجاد تداویش گفتیم که باید اندرلاین کازش تداویش شده یعنی کدام مریضی که باعث انیمی شده او باید اول تداوی شده باز انیمی مریض خود به خود, خود خودش اصلاح میکنه در بدنش مثلا اگر کاز انیمی مریض تی بی باشه یا کانسر باشه اول او باید تداوی شده بازی انیمیش خود خود اصلاح میکنه دیگر دکتر سبا در آیرن افیشنسی توتال آیرن بانین کپسیتی یا نیمی آزاد زیاد است اما در نیمی افکورین دیزیز که آزاد زیاد نیست چون گفتیم به شکل بایدنگ آهنه حفظ میکنه و سچوریشن هم دکتر سبا در آیرن افیشنسی سچوریشن یعنی اونمو ترانسفیرین یک شده با آهن کم است و در کرونیک دیزیز زیاد تغییر نمی خب دکتر مایکروسایتیک انیمیا آن را اینی بخشش شکل آیرن دفیشنسی آنیمیا و آنیمیا آف کرونیک دیزیز و پاتفیزیولوژی میکانیزما و کل کلینیک رو تشریف کل و شما واضح شد. حالا میمونیم سر کتگوری دوم از امروز که در زن تولید زنجیر گلوبین مشکل میداشته باشه و به این خاطر با کشت آنیمیا تشخیص پیدا می که میتونه الفا تلاسیمیا بیتا تلاسیمیا باشه. حالا کاتگوری کتگوری رو خب از این سلایت زیاد سر سل از مکس نمیکنیم چون این قبلا تشریح شده مختلف یک یادواری دوباره آوردیم که امو ساختمان هیموگلوبین که از هیموگلوبین ساخته میشه و از انجیره گلوبین نشان داده شده که در شکل هیموگلوبین ای ما دو الفا دو بیتا است در شکل هیموگلوبین ای دوی ما که کمتر از پنج فیصد هیموگلوبین ادولت سمی سازه دو دان الفا دو تا تلتا میباشه و در که دو الفا دو گاما می این وقتی که زنجیر الفا مثلا در این هیموگلوبین که دو الفا و دو بیتا داره اگر زنجیر الفای ما سنتزش مشکل داشته باشه به نام الفا تلسیمیات میشه و اگر بیتا سنتزش مشکل می داشته باشه به نام بیتا تلسیمیات میشه خب معمول ترین که در نتیجه از او یعنی سنتز گلوبینا امپیرمنت یا دیسوردر نشون میده تلاسیمیا است سا دکتر با که در او نمو پروداکشن گلوبین زنجیرهای گلوبین چی می داشته باشه یا کم میشه یا بیخی ابسنت میشه یعنی بیخی هیچ موجود نمی یا کم باشه یا ناقص می باشه تولید نمی زنجیر گلوبین اگر الفا مشکل داشت الفا تلاسیمیا و اگر بیتا گلوبین مشکل داشت بنام بتا تلاسیمیا خب دکتر سیبا چیزی که در این سلایت مهم است چیست؟ حالا میریم سر انواع آت... آ... آ... الفا تلسیمی و بیتا تلسیمی و کم کم میزنیم چیزای نمو نقاط بسیار کلیدی و اساسی شین جوردیم دکتر سیبا چیزی که برای بش... شما شما مهم از بفهمیم دکتر سیبا هسته که اینی آم... ما میفهمیدیم که یک, زن... یک هموگلوبین ادالت هموگلوبین ایما چند دانه دو الفا داره یا والا فکر و دو زنجیر بیتا داره زنجیره گلو... گلوبینشان. شد دکتر سیبا این زنجیر الفا را زنجیره الفای در بدن به شکل نورمال چهار جین در کروموزم 16 است که زنجیره الفا را کود میکنن یعنی این زنجیر الفای گلوبین هم احساس و دو جین در بدن ما شما این را فکر کنین هر کدامش یک جین باشه دو جین هم که هسته برای زنجیره با گلوبین های بیتا یا زنجیره های بیتا چی میکنن کود بیتا. دو جین مربوط به زنجیرای بیتا میشه و چهار جین مربوط به الفا میشه موضوعی که سر الفا میزنیم اینا رو میبینیم که مشکل چی هست چرا این همی زنجیرای الفا به چند شکل یا کم ساخته میشه یا هیچ ساخته نمیشه و به کدام مشکل میتونه باشه خب اولی این خفا میدیم که دکتر سبا چهار جین برای زنجیر الفای مکود میتنه مشکل در الفا تلسیمی دکتر سبا از نوی دلیشن هسته دلیشن بچی مانه که یک جین حس میشه به شکل جینیتیک یک جین حس می باشه مثلا چهار جین برای زنجیر الفا کود می ده یعنی یک جینش مثلا حصف می میشه باز چند تایپ داره دو جینش می میشه یا سه جین می میشه نظر به این به با چهار گروه تقسیم کنن دکتر صاحب اینا ببینین ای سه چهار یک دو سه چهار چهار نوع الفا تلسیمی ما داریم الفا تلسیمی های اول دو سه چهار در الفا تلسمیه تایپ یک دکتر سبه اینجا ببینین که فقط یک جین دلیت میشه اینجا یک جین چی شده اینجا برنگ گلابی نشان داده دلیت میشه و سه جین دیگه نرمال کار میکنن کی شکل به نام الفا تلسمیه مینیما یاد میکنن یعنی شکل ماینر شده از خردش است مینیما که در دکتر سبه معمولا انیمیا وجود نداره و تنها یک شخص است که یعنی مریضی نداره اما کریر است یک یعنی جین ناقصه امرای خود چی انتقال میده به نسلای بعدی خود دیگه در شکل تایپ دو که از دکتر سایبا دو جین دیلیشن وجود داره دیلیشن در دو جین وجود داره در کروموزوم 16 که نام نام الفا تانسیمیا ماینور یاد میکنه این مینیما این ماینور این کوچکتر از این است ولی ماینور که از دکتر سایبا میتونه که مایلد مایکروسایتیک هایپوکرومیک انیمیا را ایجاد کنه انیمیا که به شکل مایلد دست نه سیویر میتنه باعث این و یک انیمیا پیش مریض شود در دکتر سایبا یک مسئله سیسو ترانس است ایچی دینی شکل که دو جین دلشن می داشته باشه ما گفتم چهار جین برای زنجیر الفا کد میکنه اینا دکتر سبا اینی کروموزم 11 کروموزم میبخشن کروموزوم 16 هستن اینی به نام سیستر کروماتید یاد میکنن میفهمین دو جین دایی هستن دو جین دایی هستن و دو جین هم دایی هستن که هر چهارش یک جای میشن و بر زنجیر الفا چی میکنن کد میکنن اینا دکتر سبا اگر یک جین ده اینی جدی لچوا دایی دا کروموزم و یک جین ده اینی کروموزم دلت چوا این برنامه نام ترانس یاد میکنه این شخصه برنامه ترانس میگن این اینجا ببینید این یک دانه یک دانه ده این کروموزوم دلی یک تا ده یک کروموزوم این شخصه برنامه نام یاد میکنن و اگر هر دو جین در این کروموزوم دلی چه ما این یک کروموزوم است اردیش این به نام سی یاد میکنن دکتر سبا این شخصه با شدید است نسبت به شکل ترانس اگر هر دوش ده این کروموزوم دلی چه باشه برام سی میگن و این شکل از نظر کلینیک یک وضعیت شدیدتر ایجاد میکنه دیگه تایپ سی دکتر شبه در تایپ سی سه دانه جین دلیشن وجود داره یعنی یک دو سی که در بنامه هیموگلوبین ایچ دیزی سیات میکنن یا هیموگلوبین اچ که در این چیز بود چون سه دانه جینی که بر زنجیر الفا کد میکنه هر سیش دلیت میشه زنجیرهای الفای ساخته نمیشه و بجایش چی میشه زنجیرهای بیتا رشت میکنه و اینی جینای بیتا زیاد کار میکنن چهار زنجیره بیتا رو میسازن اصلا هیموگلوبین ای ما باید دو الفا دو بیتا باشنی اینا وقتی که دو تا نرفا ساخته نمیشه چهار دونه بیتا ساخته میشه اینی مینه به نام هیموگلوبین اچ میگن که معلوم دار است که هیموگلوبین نرمال باید دو الفا دو بیتا داشته باشه این یک هیموگلوبین نرمال نیست دیگه اکسیژن کافی رو انتقال داده نمیتونه دیگه ای که میتونه اون هیموگلوبین در خود آر بی سی چی شود تجمع پیدا کنه چون که نرمال خود انجام نده باعث تخریب آر بی شود و با باعث ایجاد یک, یک مجری تو سفیر مایکروسایتیک هایپوکرومیک شود در دکتر سبا شکل چهارمش که شدیدترین شکلش هست که هر چهار جین دلیت میشه دیگه هر چهار جین الفا دلیت میشه که این مریض ها به نام هیموگلوبین شنا شنا به نام هیموگلوبین بارس میگن نام هیموگلوبین بسیار مهم است هیموگلوبین اچ و بارس و دیگه چه که هیچ زنجیر الفا نیست و چهار دانه زنجیر گاما ساخته میشه دکتر سبا این در فیتال رخ میده هیموگلوبین فیتال ای مثلا این شکلش که هست چون یک الفا خاص صدقل باز در شکل ادولت وقتی که میرسن اول فیتالش نرمال است چون فیتل ما از دو حلفا ساخته شده و دو داره زنجیری گاما دکتر سه شکل فیتال ما ما در شکل فیتالش بیتا نداریم وقتی دا در حیات داخل رمی اینا کاملا نرمال هستن این شکل سیومشان و بعد از اینکه ادولت نیست میایه چون زنجیر بیتا را ساخته نمیتونن حلفا را ساخته نمیتونن اینا کل چی نمیسازن دکتر سه بیتا را میسازن و این شکلش که چون یک جین فعال است اینجا ادقل شکل فیتال زیاد مشکل نمی داشته باشه این به با شکل بیتا چار بدن در می آید. اما در این شکل کس دکتر سبا از اول چون ار چار غیر فعال می باشه چار گاما ساخته میشه از اون وقت فیتال الفا ساخته نمیشه الفا ساخته نمیشه چار دانه گاما ساخته میشه که بنامه هیموگلوبین بار سیاد میکنن که این شکلش دکتر سبا این کپیتویل لایف نیسته یعنی این ای بای سی جد و هایدروپسپیتالیس و یا ها هم استیل برد یا مردزایی پیش مادر میشه توفلش زنده از همه ایمانه خب دکتر سیبا تایپ های هلفا تلسیمیا رو شناختی میم سر بیتا فرق هلفا با بتا تلسیمیا که دیست که هلفا تلسیمیا گرست زنجیر الفای گلوبین دو مشکل میداشت باشه اما در بیتا زنجیر بیتا مشکل میداشته باشه دیگه از نظر جنیتیک دو کسته گفتیم جین دلشان وجود داره یعنی یک جین هست میشه اما دیگه دکتر سیبا به مشکل پاینت میچیشن است میتوشن با دلشان فرق میکنه یعنی یک بینظمی در وظیفه جنین وجود داره اما دوجا دا کسایی این کاملا حس میشن وظیفه انجام دادن میتن دیگه دا از مسئله میتوشن از دکتر سایبا این نقطه به داره و او در کروموزوم 16 میباشه جینایش و جینایی که برای زنجیره بتا گلوبین کد میکنه این در کروموزوم 11 قرار داره اینا دکتر سایبا این میتوشن که ای رخ میده در جینایی که برای بتا کد میکنه این یا بویسازی میشه که اینمی بتا هیچ ساخته نشده، اگه هیچ ساخته نشد به این رقم نشان داده میشه بیتا صفر یعنی زنجیر بیتا ساخته نشده و یا همی که به شکل بیتا پلاس نشان میدن بیتا پلاس چه نشان میدن که یعنی این زنجیر بیتا کم و یا ناقص ساخته شده یعنی زنجیر بیتا نرمال نیست و یا هم کم است به اندازه نرمال نیست اینا دکتر سبا بیتا تلاسیمیا را ما به گروپ های مختلف تقسیم میکنیم تلاسیمیا ماینور است، تلاسیمیا ماجور است و همچنان انترمیدیا است اما زیاد شکل کلینیکی معمولش ماینور و ماجور است و همین تلاسیمیا ماینور و ماجور که شما دکتر سبا بزند کلینیک میشنن مربوط همین تایپ های بیتا ها میشن بیتا تلاسیمیا ماینور دکتر سبا چه قسم است که یک جین ما یعنی بیتای ما کاملا بیتا صفر است. بتا صفر این که ایچ یعنی میزنجیر بتا یک جینش کار نمیکنه اینجا خود گفتم که یعنی بتا گلوبین سنتز صورت نمیگیره و شکل دیگهش، مثلا یک جنجیر دیگه چی می باشه نرمال می باشه به این شکل گیره به نام میکنن و میتونه سبب یک مال مایکروسیتیک شود چون زنجیر بتا یک جینش خوب کار میکنه اما یک جینش هیچ کار نمیکنه باز چی میشه دکتر سبا هیموگلوبین ای دو سویش زیاد میشه چرا هیموگلوبین ای ما که به قبلا گفتیم از دو الفا و دو بیتا ساخته میشه اینال وقتی که زنجیره بیتا درست ساخته نشد سوی هیموگلوبین ای دو در بدن زیاد میشه یعنی هیموگلوبین ای 2 شروع میکنه که سوی خود زیاد بسازه ای 2 ما از چی ساخته شده از دو الفا و دو دانه دلتا دکتر سیبا از دو الفا و دو دانه دلتا ساخته, دلتا ساخته شده این خود سوی خود به جای هیموگلوبین ای در بدن زیاد میسازه دیگه شکل در سه انترمیدیا چیست که میتونه که بی پلاس بی پلاس باشه یا بی پلاس بی زیرو باشه یعنی که هر دو زنجیر دکتر سه ناقص ساخته شوه ساخته شوه اما ناقص یا کم ساخته شوه و که یک زنجیر ناقص ساخته شوه و یکش هیچ نباشه وقتی که به این شکل دکتر سه با میایه بازی انترمیدیو میگن ای که این میتونه که شدتش فرق داشته باشه یعنی کلینیک های مختلف هم میتونه خود بگیره با شکل مجرور دکتر چی چیست که هر دویش انتوی میباشه بی زیرو بی زیرو یعنی زنجیرای بیتا هیچ ایمیجینای بیتا هیچ کار نمیکنه و زنجیر بیتا اصلا در این شکل چی نمیشه ساخته نمیشه دکتر سایبا و با یک سیویر مایکروسایت کنیمیا میشه تارگت سل میتونیم ببینیم که آل کل از تارگت سل نشون میدیم که تارگت سل چی است بازو دای مریضات دیده میشه سوی هیموگلوبین ای دو دای نازیات میشه دیگه چون دکتر سبا با اندازه کافی هیموگلوبین ساخته نمیشه و مریض هیمولایز پیدا میکنه کمخونی پیدا میکنه ای باعث میشه که سیستم امی سیستم هموتوپویتیک همون یعنی بغیر غیر از مخازم تندیش و مثلا سپلین و اینا یا خود لور که ما گفته بودم لور تا وقت برد خونسازی میکنه اما بعد از تولد وظیفه خونسازی ده متوقف میکنه اما در وضعیت که این تو کمپونی های شدید میباشه یا مریض برمروش نمیتونه خون بسازه از اعضا کوشش میکنن خون بسازن مثل لور مثل سپلین اینا و از این خاطر است که هپات سپلین میگاله پیش مریض باوجود وجود دیگه این مریض ها میتونه پیششان هپات که چه برش میتونیم بگیم ای دیده شوه یا مثلا مخ عزمش عجلات مثلا اسکل استخوان اسکل دکتر سایبا اصلا خونسازی نمیکنه ما اما در وقت ضرورت اتا ایام بانه مخ عظم خود کلان میسازه و شروع کوشش میکنه که خون بسازه از این خاطر است که وقتی که استخوان اسکل از یاره ببینی ای تو به شکل از یک طبقه اضافی تون خود کلان میسازه یک طبقه اضافی استخوان وارد بالای شمال میشه دیگه زیادتر چی وقت این مریضا شکایت پیدا میکنه دکتر سایبا این طفلا تا شش ماهگی خوب هستند چرا که ما گفتیم که در انگام حیات داخل امی F اف وجود داره و هیموگلوبین اف از دو الفا و دو دان گاما ساخته شده اوجه مسئله بیتا هیچ مطرح نیست اما بعد از این طفل بدنیا می و سوی هیموگلوبین افش کم میشه و باید هیموگلوبین ای خود از بسازه و دیاز بزن جنجای بیتا میشه اون وقت دیگه مریض شروع میکنه به شکایت کمخونی پیشش تحسس میکنه و وقتی که کمخونی پیدا میکنه همولایسس پیدا میکنه مریض چانس سنگای کیسه صفرا هم پیش از اینا زیاد میشه چرا که هر باری که هموگلوبین تجه میشه از این بیلروبین آزاد میشه و بیلروبین خودش میتونه سبب گال سونای نوی پیگمنتد پیش مریض شوه دیگه دکتر سبب یک تایپ شخص که بنامه سکلسل بیتا تلسیمیا میگن این رو زیاد رویش نمیپیچیم چون شما سکلسل نخوندیم فقط کتا میگیم این شکل تلسیمیا است که یعنی uh, برای لازی که جین تل... تلسیمیا ها دارن تلسیمی که مشکل تلسیمیک دارن اینا هیموگلوبین اس هم می داشته باشن هیموگلوبین اس که مربوط به سکل میشه که فعلا زیاد روش نمیدیم بعد هیموگلوبین اس هم میبینیم که در سکل سل چه قسم یک مشکل است خب یک کم تصویر که مربوط به اینمی در افتای لابراتوری و مایکروسکوپیک و ایمیجنگ پیش مریضای تلسیمیا. میشه که مثلا گفتیم در این مریضا در خونشان چی دیده میشه در میکروسکوپ خونشان تارگت سلا دیده میشه دکتر سایبا تارگت سلا سعی کنین آر بی سی نرمال ای رقم میباشه اینی آر سی نرمال است که سنترش پیل می سنترش سفید و خاصف مال میشه چون که میفهمید که سی یک حجری است که وقتی که از بون مرو خارج میشه هستی خدا از دست میته دیگه ارگانل های مثل مایتوکاندریا و اینا هسته اونها رو از دست و فضای کافی برای خود حفظ میکنه که هیموگلوبین نده خود جای بده از او خاطر این سنترش پیل میشه اما دکتر سبو در تلسیمیا کست این یک تا حجرات چی با وجود میام تارگت هسته است که سنترشون دارک میباشه و این غش های خود آر بی سی هم چون خود دبل می سازن تو اطراف این ای قسمت رنگ پیر و این قسمت بسیار رنگ درشت به خود می و این تو یک حجره مال میشه که رو به نام تارگت سل میگن دیگه دکتر سبا این این ای تصویر فعلا شما نبینید چون مربوط به که انیمیا میشه بعدا میشه تشریح کنیم شما فعلا این دو تصویر ببینید که مربوط به تلاسیمیا میشه این حجرات تارگت سل هست و این دکتر سبا امو ما گفتم که حجرات اسکل امی می بون اسکل شروع میکنه به خونسازی چون ام هیمولایز هست نیاز به خون زیاد است و این اینو تا یک اپیرنس میگیره می به خود ببینین این ای تو فکر میکنی که یک استخوان دیگه در روی استخوان اسکل ساخته شده مثل ایده بالا می اپیرنس میگن مثل که میگن موی که استاد عمل میشه یک چیز مال میشه که نشانه این نزیس کنم بون مرو خدا اکسپاند کرده وقت کلان ساخته دیگه میتونیم که باز فلیکس تپلینگ ببینیم باز فلیکس تپلینگ چیز دکتر سبا که در آر بی سی از اینا این تو نقطه گکای آبی رنگ بالا میشه در سایت پلاسمشان که ایچی است ای نشان دهنده دی ای دکتر سوی حتما در سوالی بور زیاد پرسان میشه در میکنن می که اینمی باز فلکس یا اینمی نقطه یا بیدنگ که به شکل نرمال نمی باشه در اما وقتی که دیده شده ایچی نشان میده ای بقایای آرنه در در آر RBC نشان میده ما گفتیم که وقتی که از بور مرو خارج شد هستش از بین میره دینی از بین میره RBC آر بی از آرنه از بین میره مایتوکاندریا از بین میره هیچ چیز یا کجری است که تمام ارگانیلایش خدا خود تقریبا از میده اما وقتی که یک در حالات تلسیمیا و بعض حالات دیگه بعض فلکس تبلنگ رخ میده که نمی بقای آرانی در سایتو پلازم دیده میشه که این ما میتونم هم در تلسیمیا ببینیم بعض فلکس تبلنگ و هم دلیت لید ای دیده میشه تارگت سیل قبلا دیگه توضیح دادیم اینی ایجا دیگه دیده میشه که اینی حجرات تارگت سل است که ایرک دیدیم مباید مشکوک به تلسیمیا شویم خب یک موضوع بسیار جالب از دکتر سبا که یک ارتباط کلینیکی داره ملاریا همراه آفات آر بی سی بعض از دسارداره آر بی سی مخصوصا تلسیمیا که اینجا خواندیم با سیکل سیل هم این ارتباط داره همی مریض ملاریا که با اونجا بیاد میکنیم هم با سیکل هم با تلسیمیا دکتر سبا ملاریا را خمی فهمنی که یک مریضی انتونی است که توسط همو پشی منس انوفیل ایجاد میشه که وقتی که پلازمیدیم فارسی پاروم داخل خون میشه یه داخل RBC خانه میکنه یعنی داخل RBC رشد میکنه و هم مثل حیات خود داخل RBC سپری میکنه و خود خوب کلان ساخت باید پارشنن RBC و تخریب RBC و همولایزس میشه اینا دبتا سبب کسایی که تلسیمیا دارن یا کسایی که سکرسل دارن یک فایده کردن فایده نیست که اینمی در مقابل اینو اینا شنن. محافظ شدن یا مقاوم هستن و معمولا به ملاریا مصاب نمیشن چرا که گفتیم اینمی میکروب ملاریا عمر خود داخل آر بی سی سپری میکنه اینا آر بی از یا یک آر بی نرمال نیست و ملاریا ایتو تو یک آر ای بی نمیتونه رشد کنه از این خاطر اینا از نظر ملاریا چی هستن محافظت شده هستن دیگه یک وایرس هست به نام پرو بی 19 این معمولا بونمرو را مصاب می سازه و باعث اپلاستیک کرایسیس میشه یعنی امو سنتز حجرات خون سازه در بونمرو سپرس میکنه و معمولا چرا ایجاد مسئله تلاسیمی آوردیم سیکل امی بسیار شباه تا بین سیکل سیلم و وجود داره که هم شما سیکل سیلم می خوانید اینا میگه کسایی که امی تو یک مریضی داشته باشن که از قبل هم خون سازی مشکل مشکل داشته باشن مثلا مریضی تلاسیمی درست چون زنجیره گلوبین نمی سازن. از اول هم اونا مشکل دارن در خون سازی خود وقتی که اینی وایرس هم میایه و بولمرو را سپرس میکنه اینا بسیار به شکل شدید میتونن دچار کمخونی شو دیگه دکتر یک تست است بنامه هیموگلوبین لکتروفوریزیس میگن زیاد روی است نمیرم فقط میگم که در کلینیک از چی استفاده میشه دکتر سیبا یک به شکل اجرا میشه که در یک سطحی که جل میندازن چارچه منفی و مثبت قرار میتن بعد از اون اینجا بخاطر از استفاده میکنن که میخواین نوع هیموگلوبین نوع زنجیر گلوبین را در هیموگلوبین مشخص کنن که کدام زنجیر گلوبین وجود داره و نظر به تشخیص کنن یعنی که آیا یک شخص هیموگلوبینش از نام هیموگلوبین نرمال است یا نیست این تست برای ازوست استفاده میشه دکتر سبو اینا له چی میکنن وقتی که تست جل گلوبین های چی نمیندازن هیموگلوبین ال هیموگلوبین ای که دو الفا و دو بیتا است وقتی که این امی گلوبیناش به طرف ای زودتر یعنی نزدیک به اینجا تجم پیدا میکنن این باز ای ای میگن یعنی ای هموگلوبین داکتر ای نرمال وقتی که در این موقعیت قرار بگیره دکتر با این هموگلوبین فیتال میگن وقتی که یکش د این موقعت و یکش قرار میگیره هموگلوبین اس و اگر هر دوش موقعیت قرار بگیره این ای هموگلوبین اس اس میگن و اگر یکش در ای باشه و یکش هم در قسمت سی باشه هموگلوبین ای سی میگن و از... و اگر دو قسمت سی باشه سی سی و و یک یک شند قسمت اس و دیگه قسمت سی جای بگیرن این تریتش به نام اس سی یاد میکنن خب فعلا زیاد توضیح نمیدم چون انوز ما انواع تمام انواع هیموگلوبین ها را نشناختیم که مثلا هیموگلوبین سی چه قسمه است هیموگلوبین اس چه قسمه است خب در کل همین موضوع رو بفهمین که این موضوع یاد میشه که بخاطر تست نمی نویت تعیین نوبت هیموگلوبین دمی میافات اوربیسی استفاده میشه خب این موضوع توضیح شد تمام شد موضوع گلوبینا را توضیح کردیم شامل الفا تلسیمی و بیتا تلسیمی میشه حالا میایم دسالورای را میخوایم که دو سنتز هم مختل میشه یعنی با وجودی که شاید گلوبین درست ساخته شده آهن هم کافی است اما هم ساخته نمیشه در کدام وضعیت اینی حالت دیده میشه و باعث مایکروستاتی کنیمی میشه دکتر سیبا یکی لیت بایزرینگ یک هست یکی سیدرو بلاستی کنیمی که این در موضوع ایجا میخوانیم خب این سلاید قبلا هم دیده بودیم که دلیل پایزننگ بسیار مهم است که امو سپت است که در هم ساختمش ساخته میشه دکتر صاحبا هم در مایتوکانجوریا هم در که پروسه بیوکیمستریک است یک قسمتش در مایتوکانجوریا پیش میره بعد از یک قسمتش در سایتوپلازم پیش میره و باز مرحله آخرش که است در میشه پیش میاد. تولید هم. اول سکسیونل ای با لایسین یک میشه و امینو لویلینیک اسید سنتیز که یک انزایم است با استفاده ویتامینی شاش هست. با از ویتامین بی شش که کوفکتورش است امینو لویلینک اسید میسازه با ای چی میکنه دکتر سبا توسط امینو لویلینک اسید و هایدرتیز. با پورفو بیلونوژن تبدیل میشه و ای داخل سایتوپلازم میشه بازی مراحل مختلفه تیر میکنه تا که کو پرفو بل... پرفیرنوجن میسازه شکل سیشه. بازی داخل مایتکاندیرا دوباره میشه پرزو پرفیرین میسازه در مرحله آخر یک انزای بنام فیروشیلتیز آهن هم میگیره برای پرزو وصل میکنه و از او هم ساخته میشه اینال دکتر سیبا دلیت پایزنین چی میشه؟ دلیت پایزنین لیت یک ماده است که که داخل دوران خون شد یعنی داخل بدن میشه اینمی انزایمای فیروشیلتیز یا امین لیولینک اسید دیهیدراتیز یعنی اکثرا نمی دو چی میکنه نهیا میکنه خدا من انزیم ها یک انزیم فیروشلیتیزه و یک امین لیولینک اسید دیهیدراتیز این انزیم ها معمولا میتونه یک از دیگه از انزیم ها هم مختل شوال معمولا امین دو انزیم چی میکنه وظیفش مختل میسازه او دغه هیڅ همختم سیسه بدره نتیجه هم سنتزس کمیشه او یعنی هم به شکل نورمال سخت نه شي واختي کینی مراحل نه هي شوه انځه مثلا مرحله نه هي شوه یا انځه نه هي شوه یعنی هم ساختنه نشه هم که ساختنه نشود مریض چی میشه ار بی سی پر پرتوپرفیلین به شکل آزاد مخ میمنه مثلا اگر دغه مرحله ستاپ شوه پرتوپرفیلین د ار بی سی ته جموع میکنه هم ساختنه میشه و مریض چی میشه یعنی پیش مریض اونمو های از نوی چی با وجود میه؟ از نوی لید پایزنینگ وجود میه دیگر دکتر سایبام کدام سمتوم سا میتنیم پیش مریضای لید پایزنینگ ببینیم اینا یک لید لاینز آن جنجیوا دیده میشه به شکل خطای که در خود قسمت جنجیوا در مریضا میتونه دیده شده در قسمت متافیز استخانه لانگ بون میتونه خطای لید لاین دیده شود دیگه میتونن این مریضای انسفالوپاتی داشته باشن ابدومینال کولیکو سیدروبلاستیک انیمیا یا توازی میتم تصاویر از خاطر از این نقطه زودتر میشیم میشه که تصاویر خوب تر ببینیم دیگه مریض میتونه که دراپ و رست اند فود داشته باشه یعنی دستایش به طرف فلج بره یا هم پایش کسی پایزنینگ پیدا میکنن این کلینیکا رو میتونن که نشان بدن دیگه تداویش چی است دکتر سایبا باید کار شوه که نمیلی چلیشن صورت بگیره و با توسط های مختلفی ده از خون یا از بدن دور میسازن که روی دوایش زیاد نمیپیچیم چون در موضوع کار فارمکولوژی کل با میکانیزمش توضیح خواد شد چی کسا زیادتر مصاب میشن به انیمی لیت پایزنین؟ دکتر سایبا کسایی که مثلا در های کونه زندگی میکنن چون معمولا از لید استفاده میشده و هم کسایی که در کار میکنن که امروی لیت سر, سر کار دارن و با او تماس دارن میتونن که منجر به لیت پایزنینگ شود و دگه دیگه در تشربه بلاستیک انیمیو چی را میگن؟ یکی خب مسئله لید پایزنینگ بود در لید چی میشه که اونمون سکل سنتیز سهیم انزایمای توسط لیت کسایی که تسمون پیدا میکنن با لیت نه همیشه با هم ساختن میشه وقتی که هم ساختن شد بهش مریض یک مایکروسایت کایپوکرومیک انیمیا تاسیس میکنه باز دست سیدروبلاستیک انیمیا چی میشه دکتر سیبا دایی به شکل ژنتیک تو چه کس لیت مانع فعالیت انزایما میشه اما دایی به شکل ژنتیک یک دیفکت فعالیت انزایم های هم سنتز وجود داره که معمولا انزایمش امینو لولینیک اسید سنتز است یعنی این انزایم این انزایم انزيمك ده مرحله اول اس امينو لفلينيك اسيد سنتيز معمولا ده سيدروبلاستيك این اني انزيم شکل جينيتيك درست کار نمیکنه وقتی که این درست کار نمیکنه هم درست ساخته نمیشه و مریض به طرف چی میره به طرف هم و نمو انیمیای شکل مایکروسیستیک هایپوکرومیک میره دیگه دکتر این میتونه یک معمولا نوع ژنتیک میباشه اما میتونه به شکل اکوایرد باشه دیگه دیگه دلایل هم میتونه داشته باشه و این معمولا دلایل موقتی است مثلا در شکل, شکل ریورسیبلش در کسایی که الکل استفاده میکنن الکل استفاده میکنن الکل میتونه که زنیم نظام ها را نهی کنه و این پاتویرا نبانه که درست هم ساخته شوه یا مثلا یک شکلش هم گفتیم که لید پایزنینگ هم میتونه که سبب سیدرو بلاستیک انیمیا شوه که چون این هم بعض از انزایم ها رو میکنن و دیگه که خود بیشش این در مجموعه یک استرایک آمتر از دکتر سبا مثلا اگر بیشش که کوفاکتور امینو لول نکاسید سنتز است این بوده پیش بعضی باشه این میتونه سبب سیروپلاستیک انیمیا و هم درست ساخته نشه و پروتوپورفیرین آزاد در کرویات سر خون تجمع کنه اینی میره به نام سیروپلاستیک انیمیا یاد میکنن که لید پایزنینگ دکتر سبا یک نوع یک سب تایپش میشه یک دلیل میشه برای سیروپلاستیک انیمیا دیگه بعض از دواها مثلا ایزونیازید لینوزولید اینا میتونن سنتز هم چیکنن مختل بسازن دکتر سبا در لابراتور از نشتی دیده میشه آساوی آهنشان زیاد است توتال آیرن بایننگز کپسیتی کم است فوجین هم فریتین در اینا زیاد میباشه تون شکل زخیرویش است و دیگه چیه میبینیم دکتر سبا رنگ سیدرو بلاست دیده میشه رنگ سیدرو بلاست میگن دکتر سبا که اینمی وقتی که یعنی پروژن بلو استین میشه امی ام ام تجمع آهن دیده میشه چون آهن مصرف نمیشه پروسه هم مختل میشه آهند سنتزس هم مصرف نمیشه و او تجمع میکنه و حلقه ها را در اطراف هستی اور بیسی میسازه یعنی معاینه تارگت سل واره دیگه ایده میتونیم در بولمروی حجرات ببینیم و در پریفرال بلاد سمیر چیده میتونیم ببینیم دکتر سای با بازو استپلینگ قبلا تصاویش نشان دادیم که امو را رای بزرمال آرنی در خود حجی آر بی سی است میتونیم که در حجرات ما ببینیم تداوی از چیز دکتر با نظر به اینکه که کدام کم بود داره معمولا دست در بلاست گفتیم که معمول ترین تایپ است که امینو لول نکاس سنتز این انزیم وجود می باشه می تونه که نمی انزیم به مریض بتیم یا هم بیشاشا بتیم که کو فاکتور این امی است معمولا در تداویش این استفاده میشه اینجا مو اچیل نشون داده کانجکتیوال پلرا که وقتی که کانجکتیوای مریض ببینین بعض وقتا میبینین که کمخونی در زمین میبینین که کانجکتیوای مریض کش میکنن میبینین که آیا پیل است یا خب رنگ گلابی داره که معمولا در ها این پیل میپوشن خب دکتر صاحب انیمیای نوع مایکروسایتیک هایپوکرومیک دمیج موضوعاتش تمام میشن آلمیم سر انیمیا های نوع نارموسایتیک من هم فهم مایه وقت کافی خود بود که این موضوع رو خلاص کنیم چون ای بسیار یک موضوع کلان است و تاپیکایش هم زیاد است خب میشه شروع کنیم اگر قسمت شما نشه که شب دیگه ادامه بتیم خب نرم سایدی کریمی دکتر سای در شکل که هسته امو ام آر بی سی ام سی ویش بین 80 تا 100 هستم و حجرت آر بی سی سایز نارمل خودمی داشته باشند دکتر سبا ای را تصویر اول که در تصنیف انیمی ها ماندیم بایدتان باشه گفتیم که میتونه به دو گروپ تقسیم میشه باز به به خود به نان هیمولایتیک و هیمولایتیک شکل نان هیمولایتیک که است دکتر سبا یعنی در ایجه هیمولایزیس نیست و دلیل معمولا است که تولید آر بی سی کم است اما در شکل هیمولایتیک که است میمون است که یعنی دسترکشن آر بی سی زیاد است فرقشون با هم دیگه دینی است. دیگه معمولا دکتر سبا شکل که پروڈکشن کم می باشه یعنی تولید آر کمی کم باشه و باعث انیمیا میشه یعنی با وجود که کرایوات سرخون ساید نرمال داره انیمیا پیش مریض وجود داره دلیلش مثلا میتونه چی باشه امی خود انیمیا اف کرونیک دیزیز دکتر سبا که ما گفتم که میتونه هم نرمو سکتیک باشه هم هایپوکرومیک میتونه باشه دیگه میتونه که یک دلیلش چی باشه مثلا مریضایی که رینال فیلر دارن مریضایی که کیدنی فیلر دارن یا رینال فیلر دارن و ایروچوپویتین ساخته نمیتونن که یک هورمون است که دکتر سبا میفهمین که به خاطر تولید آر بی سی و حجرات خونساز یعنی به خاطر ایروچوپویز در مرو بسیار ضروری است و باعث تنبیه ایروچوپویز در مرو میشن دیگه کسایی که مثلا رینال فیلر داشته باشن میتونن مثلا به این هم... انیمیا نو نان هیمولیتیک شون که پروداکشن آر بی سی کم است یا مثلا کسایی که امی خود بونمریشن به شکل اب نورمال واقع میشه سپرس میشوده باشه و کار کرده نمیتونه مثلا اپلاستیک انیمیا که میشه کنوشه وش بس ان شاء دیگه شکل هیمولیتیک چه از دکتر سبک دیگه هیمولایز سرخ میده و دسترکشن ار بی سی وجود داره که میتونه بازی گفتیم انترنسیک باشه یا اکسترنسیک باشه یعنی انترا واسکولار هیمولایزیس باشه یا اکسترا باشه دلایل انترنسیک ما دکتر سبا همیشه نمی که پاراگزیسمال نوکچرنال هیموگلوبین یوریاست هم پیکه می باشه جی سیکس پی دی یا گلوکوز 6 فاس سیکس فاسفیت دی هایدروجنیز است اسفیروسایتوز است سیکل سیل است هیموگلوبین سی است کلش دیگه شکل اکسترا یا اکسترنسیک هیمولایزیس است که شامل اوتیمیون هیمولایتی کنیمیا میشه مایکرو انجیوپیتی کیمولایتی کنیمیا یا ماها و میکانیکل و دلایل انفکشن میتونه که سبب اکسترانسیک هیمولایتی سپیش مریض خب در موضوع نرمسایتی کنیمیا دکتر صاحبا گفتیم که سی بی بین 80 تا 100 است و معمولا در نارموسایتی کنیمیا یا مشکل دهیست که تولید کم است در وجود داره ده سلاید گفتیم دیگه از خطر زوزو میشیم یا پروڈکشن کم هست، یعنی نان هیمولایتیک هست، یا هیمولایتیک است که در او تخریب زده است یعنی یا مسئله از ایست که تخریب خون زیاد است یا ای که تولید خون کم است بعد دو تلیل میگه نرمو سایتیکنیمیا پیش مریض ایجاد میشه این ما چطور تشخیص میگنیم که آیا مریض دلیل یعنی نمی نرمو زیاد بوده یا پروڈکشن کم بوده کدام دلیل باعث نارمسایتیک انیمیا شده رو چطور تشخیص میکنیم دکتر سایبا میگه نظر به تعداد ریتوکروسایت ها مایل حساب میکنیم ایرا تعیین میکنیم هر وقت که میگه اگر انیمیا رخ میده بون برمارو به شکل موازوی تنبیه میشه توسط ریتروپویتین که باید دوباره هم کم شده یا انیمیا یکی از اون رو کنه از این خاطر چی میکنه خونسازی خود از یاد میسازه و انیمیروتوکروسایت ها و جرات پریکرسر آر بی سی است که قبلا ما شما فیزیولوژی خوانده بودیم اینا به اندازه مقادیر زیاد ساخته میشه اگر پروداکشن مشکل نداشته باشه اندر پروداکشن نباشه سوی رتیکول سایت ها در ها زیاد می باشه. اما دکتر سبا اگر پروداکشن مشکل داشته باشه سوی رتیکول سایت در خون کم می باشه. دا و در مسئله دسترکشن باز برعکسی گپ است در دسترکشن چون مخازن خو مشکل نداره رتیکول سایت زیاد می باشه یعنی نورمال نورمال رتیکولوسایت ها خود زیاد می‌کنه. اینا نظر به این ما تشخیص می که اگر رتیکولوسایت ها زیاد بود انیمیا بود مریض ولی رتیکولوسایت های زیاد بود به این مانه که مشکل در است یعنی در فیزیولوژی دسترکشن رول داره که اتمن هیمولایز واقع شده دلیل نرمستیک انیمیا است ولی اگر مریض انیمیا می داشته باشه ولی توکلوسیت هایش میکنم از به این که شاید بونمرو سپرس باشه یا یک دلیل باشه که درست صورت نمیگیرم دکتر سبا محاسبی از چه قسم است که سوی ریتوکلوسایت ها را میگیرن حساب میکنن میبینن چقدر ریتوکلوسایت ها در دا خون وجود داره به شکل نرمال یک تا دو فیصد ریتیکلوسیتا در جریان خون یعنی یک الا دو فیصد می باشه اما وقتی که انیمیا میشه اینا مقدار خود از زیاد می باید بیشتر از سی فیصد ریتیکلوسیتا در جریان خون باشه اینا ما چی می کنیم دکتر سیبا بخاطر ایک سویه زیر حساب کنیم و تشخیص کنیم که یا نارمال سیتیک ما از نوی اندر پروڈکشن است یا انکریز دسترکشن است ایده می وقتی که مقدارش پیدا کردیم ضرب چی میکنیم؟ هماتوکریت تقسیم 45 ی یک کردیم اگر مقدارش بیشتر از 3 فیصد برآمد و این است که یک هیمولایز دلیل نورمسایتی کنیم بیایم یعنی بولمرو خوب کار میکنه اما مشکل هیمولایز وجود داره اما اگر که دکتر صاحب کمتر از 3 فیصد برآمد این نشان دهنده از این است که بولمرو درست کار نمیکنه و مشکل هیمولایتیک نیست بلکه نون هیمولایتیک است خب نورمسایتی کنیم دکتر سبا گفتیم که یا مشکل دسترکشن است یا مشکل هم اندر است اگر دسترکشن باشه ایده برنامه هیمولایزاس یاد میکنن هیمولایز میتونه گفتیم انتراوسکولار یا اکتراوسکولار باشه فقط چیزی که من میخوام اینجا رویش اشاره کنیم ایست که باشه دکتر سبا به با چی که خون یا آر سی ها در سیستم ریتیکولا اندتیلا سیستم مثل اسپلین تخریب مثل لور. مثل لیمف نود ماکروفاژا اینا این ساختمان ها باعث تخریب آر بی سی میشه و دا داخل اویا تخریب نمیشه آر بی سی این شکل ما اکسترا میگیم و در لابراتوار از اینام با با با, با است تفاوت می داشته باشه دکتر با که حالا آره می بینیم که مریضایی که اگه اکسترا می داشته باشن اینا اسپلین و میگالی می داشته باشن چون گفتیم در سیستم تخریب میشه اسپلین زیاد کار میکنه یو میتونه سپلین باید بزرگش سپلین و میگالی شو. و دیگه دکتر سه وقتی که امی آر بی سی این قسمت اگه شروع کنیم وقتی که دستیم رو توی کل مثلا اسپلین نه تخریب میشه هیموگلوبینش مشکنه. هیموگلوبین اونجا توسط مکروفاجا در سپلین تخریب میشه. و چی تبدیل میشه به گلوبین و هم؟ که گلوبینش دکتر سه با امی نسیتا تجزیه میشه و همش میشه؟ همش مشکنه با آهن و پرتوبرفین. چون هم از امید ماده تش... ساخته شده یعنی آهن دوباره در دو بدن استفاده میشه و پورتوپورفینین چی میشه دکتر سبا مشکنه با بیلیروبین و بیلیروبین از بعد اسمیه یعنی الان بیلیروبین دکتر سبا باید شکل ان کانجوگیتش ده خون است ای باز بعد از بلور میند و دلور کانجوگیشن صورت میگیره و اسکریشر صورت میگیره یعنی وقتی که هیمولایز زیاد باشه دکتر سبا سوی یعنی می بیلیروبین ان کانجوگیت خون زیاد میشه و باعث چی میشه باعث جاندیس یا مزردی که ما میگیم پیش مریض میشه این یعنی الازه خود دکسترواسکولار هیمولایزیس در یک تا میتونه که اسپلینیمگالی باشه یکی جاندیز باشه نظر به مو میکانیزمش دیگه میتونه که از زیاد انکانجوگیدت بیروروبین در خون سوی انکانجوگید بیروروبین زیاد میشه دیگه میتونه که چانس سنگ های بیروروبین پیش مریض زیاد شده که در گال بلیدرشان یا کسی سفرایشان سنگ های از نوی پیکمنتر یا بیروروبین تشکیل میتن و دیگه که از نظر ریتوکرسایت هم میتونه که بیشتر از سی فیصد مورد تیکروسیت کمتشان زیاد شده و دکتر سبا اگر انترو واسکلر هیمولایزس می باشه بازی کدام شکلش هست که این آر بی سی در خود داخل اویه تخریب میشه باز میکانزمه شما می که در چی شکل هسته اما فرقش از نظر کلینیک و لابراتوار با اکسترا واسکلر هیمولایزس در چی هست در داخل اویه آر بی سی می شکنه معمولا هیموگلوبین تجزیه نمیشه مثل که در آر وقتی که دسپلین مشکنه به هم و گلوبین و, و بالاخره هم به با بیلوروبین اینا میشه و میتونه سبب جاندیس شد اما در که هستم معمولا هموگلوبین تجزیه نمیشه فقط آر بی سی میشکنه آر که شکل در کلینیک و لابراتوری از این میتونیم که هموگلوبینیمیا ببینیم یعنی سوی هموگلوبین در این شکل زیاد میشه هموگلوبین یوریا ببینیم که یوریا زیاد میشه ادرار او هیموزيدرين يوريا متنه مبینيم كه هيموغلوبين هاي كه توسع كون او جرات رينل Um, چون سویه هیموگلوبین در ادرار بسیار زیاد است یک تلاش توسط حجرات تیبولار رینال جذب میشه وقتی که جذب شد ایده به شکل هیموزیدین تبدیل میکنه که بعد دوباره پس در یورین ایده اترا میکنه و میتونه که سویه هیموزیدین در یورین چی بالا ببره و دیگه دکتر سایبا تشخیص تفریقی انتراواسکولار هیمولایزیس با اکستراواسکولار هیمولایزیس از روی سویه هپتوگلوبین گذاشته میشه که معمولا اینی نقطه زیاد در کلینیک ارزش داره هپتوگلوبین یک پروتئینی است که از کبد افراز میشه دکتر سایبا و این امرای هیموگلوبین آزاد میشه در خون در شکل اکسترا واسکولر چون در اسپلین مشکنه هموگلوبین آزاد نداریم سویه هپتوگلوبین گلوبین در خون زیاد میباشه در شکل اکسترا واسکولر سویه هبتو ما دکتر با هبتو گلوبین ما سویش بالا در اکسترا اما در انترا ای سویه پایین میه چرا که ما چون در دا داخل اویه آر بی سی تخریم میشه هموگلوبین تجزیه نمیشه و سویه هموگلوبین در خون زیاد است هیموگلوبین میاد داریم ای با هپتوگلوبین وصل میشه و سویه هپتوگلوبین آزاد در خون چی میشه پایین میه خب دکتر سایبا آله میم سر انواع نرمسایتیک انیمیا نمیفهم که آیا ادامه بتیم یا نتیم چون فقط یک انه ججان انده قواخت هم مونده سیده قواخت دریم بنازرم کی هم انویشا کلن بونیم بز فرداشه بخیر ا درسه سوبجان بخاطر د ډاکټر سوبام خسته نشن نو انویش شروع کینیم و بسار انویش زیاده هم داره مهمم است بل بوزور مکملم ا کی شه دګه شورس میته درست است. فاز دکتر سبا در سیل متوقف میسازیم. عمومیات نرم سایتی کنیم گفتیم در مجموع امو بسیار نقطه کلیدیش گفته شده. بعد از این فقط امو فیزیولوژی ام، انواعی که باعث نرم سایتی ها میشه اونا را میخوانیم. دیگه انشالله به فردا شب میمانیم. چون موضوعات زیاد است و بگویم وقت هم کافی نیست.